امسال نیز همانند سالهای دیگر با فرا رسیدن ماه رمضان بهای کالاها به ویژه خار و بار در بازارها افزایش یافته است. باشندگان پایتخت که از افزایش سرسام‌آور بهای خار و بار نگرانند از مسئولان میخواهند تا جلوی گرانفروشی را در بازارها بگیرند. بیکاری است، بی‌پیسگی است، مردم پول نداره. اما در ماه رمضان هر سال دیگم قیمتی رخ میداد. ماه رمضان که میامد واقعیت نرخ جنسا بلند میشه هر چیزی. ما خواستم از امارت اسلامی امیز خور که توجه بکنه، در قیمتات کنترل داشته باشه، سر تجار مثلا کنترل داشته باشه. پیش از این افزایش بهای مواد خوراکی برخواسته از افزایش دلار در برابر پول افغانی دانسته می شد. اما اکنون که بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته است، اما از کاهش بهای کالاها در بازار خبری نیست. آرد یک برجی 2450 است، روغن یک 16 لیتر 2820 روپیه، بوره یک سیر 420 افغانی و برنج هم 2600 افغانی. یک تون آرد بود سابق 450 دلار، فعلا در این امارت اسلامی که تا آمده هر روز همه روزه نرخ دلاری از بالا میشه. حالا فعلا یک تنار به قیمت 550 دلار رسیده. با این حال برخی از کارگران دستمزد که بر روی جاده ها کار میکنند میگویند که توان خریداری مواد خوراکی را ندارند. 2600 آرد است، 50 را به 60 به 50 را به 60 چی جور کنیم ما؟ 500 بوره است، 2600 روغن است. دیگه این می رقم کل چیز قیمت است. در این میان شهرداری کابل از اجرای نرخنامه ها برای دکانداران در کابل خبر می دهد. حکمی که از طرف ریاست الوزرا آمده، بسیار نهادهای مختلف در اینجا دخیل هستند و مسئولیت دارند و موارد تدابیر رو ما مد نظر گرفتیم، از جریمه کردن، طلاق و مهر کردن دکان ها و معرفی کردن رسمی اونها در صورت تکرر گرانفروشی به نهادهای عدلی و قضایی. افغانستان از کشورهایی است که بیشتر مواد خوراکی را از کشورهای دیگر به ویژه از کشورهای همسایه وارد می‌کند.